برای تمام شیعیان و سایر مسلمانان در ایران و سایر نقاط جهان که اگر ما کمی به عقل خودمون مراجعه بکنیم و توجه داشته باشیم به اصل کلام خدا قرآن مجید، دقیقاً متوجه خواهیم شد که اسلام چیست و بر چه مبنایی هست. اسلام کلاً دین عقلایی است و شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی سریج وحی بر پیامبر نازل کرده و من هم به عنوان ایرانی و مسلمان افتخار میکنم که موحد شدم از طریق مراجعه به قرآن کریم. و از همه برادران تشیع در ایران میخوام که دست از قبر پرستی و متوسل شدن به غیر خدا بردارن، چون هدایت واقعی هدایتی است که خداوند در قرآن میفرماید و اون هم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و یا علا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خداوند دلها آرامش پیدا میکنه، انسانها از سرگردانی نجات پیدا خواهند کرد و با متوکل شدن به انسانهایی که 1200 سال پیش آمدن و مثل ما بودن، زندگی کردن، زیستن و وفات یافتن یا شهید شدن و از این دنیا رفتن و دستشون از این دنیا کوتاست و خودشون محتاج شفاعت یا محتاج عفو و گذشت از سوی باری تعالی هستند، متوسل شدن به مرده به هر نامی که بخواهد باشد، امام باشد، امامزاده باشد و یا هر نامی دیگه که نامش شدن، چیزی جز شرک و کفر نیست، چون طبق آیه قرآن مرده صدای زنده را نخواهد شنید، چون دستش از این دنیا کوتاست. امیدوارم که همه شیعیان عزیز بگریزید در شبکه های تولیدی بشنویم که ایران اسلامی کلن موحد شده و به جای متوکل شدن به قبور متوکل می شوند به حضرت حق. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.